به نام خدا سلام. در افغانستان امنیت واژه دست نیافتنی، اما شهروندان این کشور همه روزه قربانی برنامه های تخریبی مخالفان مسلح می شوند. امروز شمال و جنوب افغانستان همه در آتش جنگ شورشیان طالب می سوزد. شهروندان ننگرهار هم از خشم مخالفان مسلح اکثریتشان ترک منازلشان را کردند، اما شهرهای کشورم با خون شهروندانش رنگین میشه هر روز. در تازه ترین گزارش هم اوضاع امنیتی ولایت غزنی نه چندان خوب توصیف می شود. ولایتی که چند پیش در حمله مخالفان مسلح تعداد کثیر از زندانیان رها شدند، زندانیانی که متهمند به ده‌ها دوسیه، قتل، قاچاق و بی‌ثباتی افغانستان. آقای غنی چند پیش وضعیت جاری مملکت را بحرانی توصیف کرده بود، اما برنامه‌های مؤثرتان برای رفع این چالش‌ها مشخصاً چی بود؟ چرا برنامه‌های مؤثر و مفید به خاطر رفع بحران امنیتی طراحی نکردین؟ چرا برنامه‌های تخریبی مخالفان در نطفه خونسانه نمیشه؟ جاسوسان نظام که دلیل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان هند، کی هند و چرا هویتشان فاش نمی‌شود؟ و ده‌ها چراهای دیگر. در این برنامه در رابطه به اوضاع امنیتی افغانستان به ویژه ولایت غزنی و بحث ناامنی‌های شمال گفتگو خواهیم کرد. مهمانان من در میز حاضر جناب شاه حسین مرتضوی روزنامه‌نگار، جناب امان الله کامرانی عضو شورای ولایتی ولایت غزنی، جناب عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان و جناب محمد اخلاقی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان. میزبان شما سید اجمل بها و شما بیننده آماج از یک هستید. آقای اخلاقی، بس رو با شما آغاز میکنم. گفته میشه که وضعیت غزنی خیلی نگران کننده است و حتی باشندگان ولایت غزنی در پی راه‌های بیرون رفت از ولایت هستند. واقعا آخرین معلومات شما از ولایت غزنی از چه قرار است؟ وضعیت چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما مهمانان محترم حاضر در بحث و سلام به بیننده های برنامه تان. شهر غزنی همچنانی که بارها گفته شده است یکی از ولایات ناامن کشور به حساب می آید، به دلیلی که در اکثر ولسوالی های ولایت غزنی طالبا و حلقات تروریستی اونجا حضور دارند. یک از ولسوالی های غزنی به نام ولسوالی ناوه کاملا در اختیار طالبان هست که حتی نیروهایی که در ساحات مختلف غزنی حضور داره و حتی در بعض مناطق دیگر در این ولسوالی اینا سازماندهی میشه. غزنی به دلیل کم توجهی حکومت مرکزی و به دلیل حضوری زیادی نیروهای مخالفین در ولسوالی ها و در اطراف غزنی بالقوه مورد تهدید قرار داشت و همواره ما ایره یادآور می شدیم. در این اواخر بعد از خصوص بعد از سقوط قندوز در غزنی تحرکات طالبا بیشتر شد و در چندین شب گذشته نیروهای امنیتی و نظامی غزنی حالت آماده باش داشتند مبنی بر از اینکه کدام تحرکی و کدام حمله ای از جانب مخالفین صورت نگیره. یکی دو روز از دیروز به این طرف، از پریروز به این طرف یک مقدار مسئله حادتر شدن و مردم تشویشش بیشتر شدن، به خصوص از شب گذشته در یکی دو نقطه منطقه نانی و یکی دو نقطه دیگر حتی شهرهای کابل قندهار و غزنی قندهار و طالبان تانستند که ببندند و بعضی از مسیرهایی که به ولسوالی ها منتهی می شد مسیر ولسوالی ها هم اینا مسدود کردند. منتها یک چیزی که قابل یادآوری است است که بعضی از تبلیغات و بعضی از تشویش هایی که صورت میگیره اینا تا حد افراطی و تا حد مبالغه آمیز است. با اون حدی که در غزنی در غزنی تهدید در ولایت غزنی تهدید به این معنا که بتونن اینا غزنی را یا ولایت غزنی مرکز غزنی را بگیرن. نه، ما چون تجربه داریم از ولایت کندوز از شمال افغانستان، دقیقاً وضعیت نگران کننده است و شهروندم که هیچ چیز در اختیار نداره به خاطر دفاع جان و مالش اونجا نگران است. همه نگران است که حالا مبادا تجربه کندوز در غزنی تکرار شود. بحث این است که آیا ما اگر بیاییم مقایسه کنیم نیروی امنیتی که در غزنی وجود داره، هرچند که
تشکیلاتی که باید در غزنی حضور داشته باشه حضور نداره. ما بارهای رو مطرح کردیم، ولی نیروی فعلی که در غزنی وجود داره با توجه به کمیت و کیفیتی که داره این ظرفیت و این توانمندی رو داره که از شهر غزنی دفاع بکنه. ولی زندانش در دست مخالفین مفتح. شما در اکثریت از نماینده های ولایت غزنی در همین میز آقای مرتضوی هم حضور داشت، شکایت کردن از ضعف مدیریتی از سکتورهای امنیتی. ما این را عرض میکنیم که ما گفتیم اگر مقایسه کنیم بین نیروهایی که در غزنی حضور داره، امکاناتی که در غزنی حضور داره و مخالفین که در اطراف هست، اگر ما یک مقایسه داشته باشیم غزنی هیچ وقت سقوط نمیکنه. اما مشکل در کجاست؟ مشکل در عدم اداره و مشکل در ضعف مدیریت هست. اگر مدیریت درستی نباشه، اگر آمادگی درستی نباشه، احتمال از وجود داره که غزنی بتونه سقوط بکنه. در این چند شب اخیر با توجه به اینکه تهدیدات افزایش پیدا کرده بود، یک آمادگی کامل در شهر غزنی در مرکز وجود داشت. این آمادگی باعث شده بود که مخالفین هیچ وقت نتونه که در شهر غزنی در مرکز غزنی حمله بکنه. معلوماتی که ما امروز هم از غزنی از بخش‌های امنیتی داریم، تجمع نیروهای مخالفین و طالبان در چند مرکز هست، اینا از حدود 30-40 نفر بیشتر تجاوز نمیکنه و این توانمندی رو نداره که بتونه در غزنی اینا حمله بکنه. بحث نگران کننده نیست. منتها فقط مشکل اینجاست که اگر مدیریت وجود نداشته باشه، اگر یک تحرکی از جانب خود نیروهای امنیتی و نظامی وجود نداشته باشه، که ما بارها از این شکایت کردیم و همین به عنوان یک مسئله اعتراضی مطرح کردیم، طبیعی است که در شهر غزنی هر چقدر نیروی امنیتی باشه، اینا وقتی نجنگه بسیار با آسانی سقوط خواهد کرد. آقای بارکزای، حالا در هر بحث، در هر میز، در هر گفتگو، فقط چیزی که در حکومت افغانستان کشیده میشه ضعف مدیریتی است. این ضعف مدیریتی است که امروز افغانستان تا گلو در بحران و چالش غرق کرده و مخالفان مسلح هر روز با برنامه‌های تخریبیشان موفق میشن که یک بخش از ولایت افغانستان را یا از کشور را ناامن بسازند، به ویژه سمت شمال افغانستان که هر روز با تهدیدات عمده ناامنی مواجه است. این ضعف امنیتی مشخصا در کجا است؟ حالا شما چندین بار مسئولین امنیتی را استجواب کردین در مجلس نمایندگان، پاسخ داد به سوالات که از موکلینتان دریافت کرده بودین. این نقطه ضعف ها مشخصا چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به حسب تا تا و دمی زورون و تخلاقی سبتا، مرتضوی سبتا و کمرانی سبتا، ستاسی تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو او تخنیکي همکاران ته خپل سلامونه وړاندې کوم. که چیرې پر حقیقت باندې وغږیږو او سترګې پر پټې نکړو او د ولس د ږغ ترجماني پر دې میز باندې وکړو، یعنې په دې کې هیڅ شک نشته چې مطبوعات او میډیا د یو جامعې خلک خو ورته څلرمه قوه وایي، زه ورته اوله قوه وایم، ځکه رسیدګي چې ولس ته کولای سي هغه میډیا ده، هغه مطبوعات دي، دا درې قواوې داسې اتومات رسیدګي نسي کولای. زه په حج کې وم چې قندوز سقوط وکړي، په حرم شریف کې وم، مازدیګر لمونځ مو کړی و، د ماښام لمانځه ته مو امادګي نیوله چې زنګ راغلی چې قندوز سقوط وکړي، او بیا هم د هغه ځای څخه کوشش وکړي. قندوز کې مو د یو چا شمیره پیدا که چې هغه په بالایسار کې د کندوز ما نه دی لیدلی، په بالایسار کې د کندوز د اردو یو صاحب منصب و، یو بل چا د کندوز د هغه شمیره راکړه، د هغه سره مې خبرې وکړې چې هغه څه راته وویله. زه وایم په کندوز کې څلور کسه دي چې هغه هلته مسؤلین دي. اوله درجه والی، دومه درجه قومندان د امنیه، درېیمه درجه رئیس د امنیتي ملي، څلورمه درجه قومندان د لیوا. دا څلور سره اوس ښه خلک هم دي، بهترین ښه خلک دي. د والي سره هم خلک دفاع کوي چې والي نه دی ملامت، کومندان د امنیه سم خلک دفاع کوي چې کومندان صاحب نه دی ملامت، اتل دی. د رئیس د امنیت ملي سم خلک دفاع کوي چې هغه هم پر وخت باندې راپور ورکړی دی مرکز، د قومندان د لیوا سم 10,000 پوج چې په کندوز کې موجود و، او بې له دې چې د هغوی وینې توی سي، شهیدان سي، سرونه و قرباني ورکړي، هغه هم په دعاو په سلام مع الخیر میدان ته ورسېدل، هغه هم نه دی ملامت، او په ارګ کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني هم نه دی ملامت، او په وزارت دفاع کې وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله هم نه دی ملامت. پس ملامت څوک دی؟ اولس. باید اولس ووژل شي او مړ شي، نو ګناه د اولس ده. نو چې والي نه دی ملامت، قومندان نه دی ملامت، امیر رئیس د امنیت ملي نه دی ملامت، قومندان د لیوا نه دی ملامت، چارواکي مرکز کې ما په چې د ارالم په تالار کې مې وویل دستي وکیل صاحب به شاید چې په ورځو که نه مال باید دا څلور کسو رسمن تحقیق وسي چې ولې
لحظه را نفر در سرا شما اونا را استجواب کرده بودید زنوم دیش جواب اورد زنوم خب سوال کجا مطرح بود ز پاج کیوم دغه امنیتی سکتور چراغلی و دیش جواب ده پر زنوم ز پد بل اورز ده ولی ام سنفی های شما در اونجا حضور داشت مشخصا پاسخ ی افراد چی بود برای خو دا ما پشت نه ده کرد زکه ز دالت ناستم ز وس وایم چې وسه مغه وختي دا چې لس زره پوځ هلته موجود دی هلته په تعداد د دوه یا دوه نیم زره نفره طالبانو یا داعش هره بلا چې بولې تر دې اضافه نه وو څنګه دوه زره نفره په دې باندې موفق کېدای شي چې لس زره نفره ته شکست ورکړي بې له جنګه زه یو مثال درته وایم د روزګان ولایت په یو ولسوالي کې د خاص روزګان د قومندان صمد په نامه یو محلي قومندانو چې هېڅ نوه مسؤلیت یې نه درلودی د یو پوستې قومندانو دوه اویا ورځې د زر نفره طالبانو سره وجنګېدی اتویش نفره شهیدان ورکړه څو زخمیان تر دوه سوه ډېر طالبان یې وژل ګوره زه اوس وایم چې د والي څه پوښتنه نه کېږي قومندان د امنیت څه نه کېږي د امنیت ملي ملامت نه دی قومندان د لیوا ملامت نه دی وزارت دفاع زدای په خبریم آقای بارگزاری حالا اگر د این بار استجواب مهم نکته ده دا استجواب خبرې تر اتم ما ته یو خپل یو ام سی پی ویل چې رئیس عمومي د امنیت ملي په دا وخت کې چې د تالار اجندا سیدی سولا مطبوعات ویستل سول نبیل صاحب ویل چې ما په پلانی تاریخ شورای امنیت ته او رئیس جمهور ته دا گزارش ورکړي چې اووه ویشت نکتې هلته دشمن ځای په ځای سوی دي تحرکات څه باید پر دې عملیات وشي هغه اووه ویشت نکتې مې ورته ټولې مشخصې ور وښولې رئیس جمهور امر وکړي اووه سوه نفره قومندویان یې د کابل څه انتقال کړله دغه کندوز میدانی هوایي ته او درې سوه قومندویان د ملي اردو هلته وو چې دا زر نفره ته فکر وکړه اته ویشت ورځې دا قومندویان په میدان کې وو ولې عملیات ونه کوي تر څو چې کندوز سوال هم اینجا است خب زمانی که والی پاسخگو نیست، زمانی که ولسوال پاسخگو نیست، زمانی که قماندان امنیت پاسخگو نیست، ملامت هم نیست، زمانی که وزیر دفاع، وزیر داخل، رئیس امنیت، رئیس اجرایه، معاون رئیس جمهور، معاون ریاست اجرایه، خود رئیس جمهور، همه بالای یکی دیگه ملامتیشون را میگذارن، پس پاسخگو دیگه حکومت و نظام کی است؟ اولس ملامت خب، شما در دور اول استجواب، خب اگر در این دور استجواب نبودین در دورهای گذشته حضور داشتین. آقای نبیل بارها ادعا کرده در مجلس نمایندگان در حضور شما که جاسوسان نظام بی‌ثباتی اصلی نظام هستند. بالکل. آقای علومی هم این داره کرده که ستون پنجم یا جواسیس در بدن نظام افغانستان عامل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان است. خب این بگوین برادر که جاسوس که هر روز قربانی میگیره از ملت افغانستان از زن و فرزند این مردم کی است؟ درش خبر ده. ای کاش چی په دې جرأت باندې یو دای څوک پیدا سوی وای چې دا خلک و ټول ملت ته شولی وای او یا دغه ملت د زموږ ژوند او کون حکومت چ ام په سترګو ړوندې شی ویني نه ام په غوږو کوندې حقیقت اوري نه استاد صاحب په څو جلسو کې علني وویل چې زما سره لیسته زما سره ثبوت و اثبات شته د پنځم ستون په حکومت کې او جواسیس د ای اس ای د پاکستان دلته د ملا عمر اعلامیه په وزیر اکبر خان کې چاپیږي شبنامې او وروسته هلته دا کېږي ولې دا حکومت د استاد صاحب څخه پوښتنه ونه کړه چې دا څوک دي نه ولې خو انچرار کې باید پاسخ وته شما باید رئیس جمهور دا پوښتنه وکړي باید رئیس جمهور او رئیس اجرایه دا وکیل صاحب حاضر دی هر وخت ما په تالار کې ویلي چې مشکل په دغه نه حل کېږي چې وزیر داخله وزیر دفاع رئیس د امنیت ملي راوغواړي مشکل که حل کوي دواړه ډاکتران راوغواړي ممنون آقای کامران ګوره دواړه ډاکتران راوغواړي دغه ډاکترانو تر اوسه پورې خپله ستراتیژي خپله کړنلاره خپل خاتمه چې ولسي جرګې ته نه دي راوړي چې جنګي ستراتیژي د دوی څه شي ده خارجي څه شي ده او داخلي څه شي ده ټوله مقصر دواړه ډاکتران هېڅوک نه دي بل آقای کامران، آقای اخلاقی به این باور است که وضعیت غزنی به حد نگران کننده نیست که تبلیغ میشه در رسانه ها یا در فضای مجازی. امروز شهروندان غزنی در صفحات اجتماعی ادعا میکنن، فریاد میزنن که دست غزنیچی ها را بگیرید ورنه تجربه کندوز در اونجا تکرار خواهد شد. این واقعا به چی معنی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لهر سنمخ به سبتا تا و ایتاشت تلویزیون طولو کارکونکو او لیدونکو ته او د مجلس ملګریو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. رښتیا هم څرنګه چې د غزنی ولایت هغه یو ولایت ده چې د هغو عملا د ناوې ولسوالۍ کو ته او هغه له بادني سره یو غټ سرحد لري او له هغې لارې طالبان تقریبا د افغانستان و اتو ولایتو ته ځي او ټول موټر بس اکمالات طالبانو د ناوې د غزنی د ناوې له ولسوالۍ سره دي.
په غزنی کې یو له 100 نفر د اسلامي کوماندو په نامو شری دیناوی په ولسوالۍ کې وو هغه را فارغ شوی دی او عملاً درس لاسوي چې طالبان له خوا ورکړ کېدو یا د اسرائیل له خوا ورکړ کېدو هغه له درس خلاص شوی دی او د خوګیانو د ولسوالۍ او د رشیدانو د ولسوالۍ 300 نفر دی هغه هم را فارغ شوی دی نو په غزنی کې رښتیا هم د نورو ولایتو څخه هم مخکې شپو کې د اوبل ولسوالۍ ته 300 نفر داسې کسان لاغلي وو چې هغه په ځبه هیڅوک نه پوهېدو نو په غزنی کې بیا خصوصا په دانشدې کلو اسپنده او منګرو او قرباغي کې خاکې غریبا کې ګنج خواته په دوه ساحو باندې طالبان زیات تجمع لري نو دی څنګه چې غزنی کندو سکو سو بیا په غزنی باندې دی عملی پروګرام درلو خو بیا د غزنی ځواکو امنیتي ځواکو ښه تدابیر نیولی وو نو اوس هم لکه په اندازه کندوز کې امنیتي ځواکونه وو او کندوز سکوت وکړو خو د غزنی امنیتي ځواکونه رښتیا هم د کندوز تر ځواکو پیاوړي او غښتلي دي نظر وغوته چون هغه ډېر زیات وو او په غزنی کې په اندازه نه دي په غزنی کې درې نیم زره اردو ده دغه موجوده قمندان امنیې په وجود کې د غزنی پولیس پلځ او په غزنی کې عمق شپو کې ماوین د ولایت په د غزنی ښار پوستو ګرځېدلی اوس اورې یو نیم سل پولیس موجود وو درې نیم زره اردو د بوګ وشاد یو 1500 نفر یا غیر حاضر روس خاطر خلاصه توجه به این فرمایشات که شما دارین کماندان امنیه ولایت غزنی آدم ضعیف است پلیس هم فلج است پلیس امنیتی افغانستان هم زیاد تقویه نمیشه بس که خیلی مهم است حضور مخالفین مصالح دولت طالبان در ناوی ولایت غزنی انسجامشان تمویلشان تجهیزشان بعد عمل کردن برنامه‌های تخریبیشان علیه مردم افغانستان حالا پس وضعیت غزنی باید نگران کننده توصیف شود آقای اخلاقی میگه وضعیت به حد نگران کننده نیست که تبلیغ میشه د غزنی وضعیت نگران کنندم ده او نگران کنندم نه ده نگران کننده په دې خاطر د غزنی ته ډیر زیات اشخرونه راغلي او دوی غواړي غزنی سکوت کا خو طالبان ما د کندوز ته بیا غزنی ته نه نسی لکه څنګه چې په کندوز کې کومه پیښه وسو په غزنی کې به ان شاء الله داس نه کی چون د غزنی اولس له حکومت سره ده اولین پاسون په غزنی کې سوی وو او د غزنی خلک له حکومت سره ولال خلک دي چیرې سي د خلک له دولت سره ولالي او د دولت هم زمونه کې یک بحث توشته موقع مرتضوی هم در اینجا حضور داشتن در رابطه به فرار زندانیان از ولایت غزنی مسئولین امنیتی ولایت غزنی مسئولین محلی ولایت غزنی ادعا کردند که اینها افراد هستند که قاچاقبر هستند تروریست هستند و کسانی هستند که امنیت عامه را مختل میساختند این فرار به ضعف برمیگرده به ضعف نیروهای امنیتی ولایت غزنی شما چگونه ادعا میکنید که وضعیت به حد نگران کننده نیست که در اونجا اتفاق بیفته داس خبره ده رښتیا هم دا د ټول امنیتو ځواکو کار نه و نه د لیوا کار و نه د امنیت ملي کار و امنیت ملي کله زندان متیدو امنیت ملي مخکې له وزارت هم په جریان کې اچولی وو او د غزنی ادارې هم په جریان کې اچولی وه د لیوا خو چون کار جنگ ده دا کار دغه نه و دا مسؤلیت خاص یو د قمنداني وو چې قمنداني کله چې قمندان مکرر شوی په غزنی کې او قمندان له اوله تر اخره ما بس حتی یو وار نه ده ورغلی یعنې دا مشکل په شخص کې و په یو نفر کې و نه په ټولو پولیسو کې و او نه په ټولو امنیتي ځواکو کې و خو بیا طالبان دې هغه فکر نه وي غزنی ته لکه څنګه چې روزګان ته والی په غزنی کې خلک ورسره جنګیږي او غزنی په ټول تاریخ کې هغه یو ولایت و چې غزنی تر اوسه هم په جنگ نه دی نیول شوی غزنی کندوز نو په غزنی کې خلک جنګیږي او خلک له دولت سره ځکه هم خلک نگران دي چې په غزنی کې داسې یو په کندوز کې داسې حالات رامنځته شو چې ډېر مشکلات رالو تل پروشي وچو یعنی در نتیجه شرایط غزنی به قسم مساعد برای طالبان نیست که تجربه کندوز را دنیا تکرار کنه دغه مساعد نه خو بیا هم موږ د مرکزی دولت حمایه او د همسایه ولایتو حمایه ته ضرورت درو چون د موږ د مقور او قرباغ ولسوالۍ ډیر لغزنه چې مسافه لري لري دي کله کدی په غو باندې عمله وکړي دی پرګرام هم داسې چې بغزنه کې ټک ټک جوړ ک د مقور او د قرباغ ولسوالۍ داسې کوټ کې دی برنامه داسې ده چون په غو وخت کې بیا لغزنه چورې کومک نه ورسیږي نو د موږ مختنه لزابل نه داد چې هغه زابل تلاندی او هغه کوټونه د موږ ول سوالیو ته چې کامله پیکیږي او هغه کومک ورو ورسوي آقای مرتضوی در این بحث اشاره شد که خب عوامل بازدارنده در غزنی وجود داره که طالبان نمیتونه تجربه کندوز را در اونجا تکرار کنه اما ضعف های در ارگان های محلی هم در اونجا وجود داره که ما تجربه گذشته را داریم بارها حملات انتحاری بارها شهرهای غزنی ناامن شد و آخرین مورد هم بحث فرار زندانیان که متهم به ده ها مورد جنایت بودن از زندان ولایت غزنی که توسط شورشان طالب فرار داده شد خب حالا شما فکر میکنین که غزنی در حدی است که بتونه حداقل از اون امنیت نسبی که شهروندانش شب روزش را سپری میکنن حمایت کنه و دفاع کنه به نام خدا با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون و دوستان حاضر در این برنامه
متاسفانه که طالبا در جبهه های نظامی جنگ میکنه و ما در فضای اجتماعی برای طالبا تبلیغ میکنیم و یک قدرت و نیرو به طالبا میده، به مجرد که یک فیر در یک ولایت میشه یا یک حمله از طرف طالبان صورت میگیرن یا یک برای یک ساعت شاهراه بسته میشه، فورا در فضای مجازی که امروز 1,300,000 کاربر فیسبوک هست و همچنین برخی رسانه ها به گونه تبلیغ میکنن که نفش به طالبا هست و یک تشویش برای مردم، خصوصا برای مردم های او ولایت ایجاد میکنه. آنچه که مایه نگرانی در غزنی هست و همچنین در برخی ولایت های شمال هست، حادثه کندوز است. حادثه کندوز از لحاظ نظامی برای طالبا یک پیروزی نمادین بود، ولی از لحاظ روحی و روانی روی افکار عامه مردم افغانستان یک تاثیر منفی گذاشت. چرا؟ به خاطر که مردم سوال میکنه که وقتی 7000 نیرو در برابر 300 یا 400 طالب مقاومت نکردن، چطور میتونن ولایت هایی که نیروهایشون کمتر هست از ما دفاع کنه؟ در مورد غزنی من بسیار خوشبین هستم و بسیار امیدوار هستم به نیروهایی که فعلا در غزنی هستن. غزنی چند ویژگی داره. یکی که غزنی مانند کندوز نیست که اونجا رقابت های تنظیم ها بسیار شدید باشد یا بافت اجتماعیش به گونه باشد که همراه با یک تضاد در اونجا باشد. غزنی حتی در دوران جهاد که در اکثر جهاد جنگ بود، غزنی بسیار یک زندگی مسالمت آمیزه داشتن اقوام ساکن در غزنی. در زمان طالب ها حتی ما خودم در شهر غزنی بودیم، یعنی یک زندگی آرامی داشتن مردم غزنی از اقوام مختلف. ولی در یک سال گذشته غزنی از ناامن‌ترین ولایت افغانستان بود. بیشتر از 100 تن در اونجا ترور شد. شهرهای غزنی هر روز شاهد قربانی شهروندان این کشور بود و ده ها مورد حمله انتحاری. ببینید در مرکز شهر غزنی تا همه اقوام غزنی طالب به حیث دشمن میبینن، یعنی یک بستر اجتماعی واحد نسبت به طالبان. بله بله، یک مثلا شما ببینید در اولین قیام عمومی در اندر صورت گرفت بر علیه طالبا و بسیار تلفات دادن مردم، در برابر طالبای سادگی کردن. طالب ها نمیتونه یک بستر اجتماعی رو در درون شهر غزنی داشته باشه، خودش یک شانس موفقیت هست، در حالی که در بعضی ولایت ها متاسفانه برای طالب ها این شانس های میسر است. نکته دومی است که هم والی غزنی، هم آمر امنیت، هم رئیس امنیت ملی، هم فرمانده لوا مثل کندوز نبودن که جبهه های جنگ رها کرده باشد. ما امروز خود ما وقت تلفن زدیم دستیار والی همراهش صحبت کردیم و گفتن که والی در سوقی دارستی، خودش یک قوت قلب است برای تمام ارگان هایی که در اونجا هستن. یا عکس هایی که خود والی بعدا در فیسبوک گذاشتن که در شهر هست و در زندگی عادی خود هست، یه قوت قلب بود. برخلافش که ما در فاریاب مثلا نه والی حضور داشت، نه قمندان امنیه، نه رئیس امنیت، نه رئیس لواء و یا کندوز. ولایت فاریاب در برابر طالبان. بله، ما در غزنی یعنی با آقای اخلاق صاحب حضور دارن، آقای کامرایی از وضعیت بیشتر آگاهی دارن. ما مطمئن هستم و امروز هم ابتکار عمل جنگ به دست نیروهای امنیتی افغانستان بود تا به دست طالبا، و در واقع پیش از اینکه اونا وارد عمل شوه اینا بر علیه طالبا حمله کردن. ولی نیروهای امنیتی افغانستان نیاز به حمایت داره، حمایت از مرکز. در مسئله زندان ولایت غزنی مسئولین ولایت غزنی به ویژه معاون والی ادعا کرد که ما چندین بار با مرکز کابل در تماس شدیم، از مسئولین کمک خواستیم به خاطر تجمع زندانیان در یک منطقه مشخص و سرکوب اینا، اما کس پاسخ مثبت برای ما به خاطر دوباره گرفتن یا بازداشت اینا و سرکوب اینا داده نشد. خب حالا فکر میکنید تقویه لازمه که نیاز داره نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر دفاع در اونجا وجود داشته باشه؟ برداشت من است که به مشکلات غزنی توجه شده، هم لویدرستیس هم معاون امنیت وزارت داخله معاون ارشد به غزنی رفتن و امروز هم یک مقام ارشد امنیت ملی در غزنی حضور یافتن. توجه خاص هست و خوبی دیگه ای هم بود که با استفاده از تجربه کندوز دیگه نماندن که دو روز بعد قوت های هوایی وارد عمل شد، بلکه همزمان که نیروهای زمینی مشغول جنگ بودن، قوت های هوایی هم طالبان هدف قرار دادن. این خودش نشان میده که حکومت وحدت ملی درس های گرفته از حادثه کندوز و فعلا در ولایت های دیگه ای که مورد تعرض قرار میگیره همزمان تلاش میکنه که از زمین هوا نیروهای امنیتی را مورد حمایت قرار بده. ولی ضعف ها هست، مثلا بسیار انتقاد ها علیه قماندان امنیه غزنی هست که گفته میشه احتمالا هم امروز یا فردا و برکنار شد، جایش چهره جدید بیاید. تغییرات در رهبری ولایت غزنی آمده و ببینید ما اگر
نیروهای امنیتی خود خوب حمایه کنیم و از ظرفیت هایی که در درون هر ولایت وجود داره. مثلا در بادغیس شما دیدین دیروز نزدیک به 500 نفر مسلح شدن، داوطلبان آمدن در کنار دولت. در بغلان استاد دانشگاه دانشجو مسلح شدن به حمایت مردم. در تمام همین رهبرای جهادی که هر روز میگه ما آماده هستیم، اینا خودش ظرفیت است. حالا بحثی که مورد نقد است این است که نیروهای امنیتی افغانستان جانهایشون را قربان میکنه به خاطر دفاع از این وطن، اما حمایت لازم برشان رسانده نمیشه و داده نمیشه. بحث کندوز یک تجربه بسیار خوبی است برای حکومت افغانستان که باید تکراری تجربه صورت نگیره. حالا آقای کامران هم به این باور است که پلیس ولایت غزنی فلج است با این قماندان امنیت. این قماندان امنیت چه داره که زیاد مورد توجه حکومت است؟ خب آقای بارگزم ظاهران اشاره کردن به این موضوعات. یعنی یکی از مشکلات امی است که بخش زیاد از انتصاب ها بر اساس روابط اینا هست، ولی ما درس های خوبی گرفتیم از حادثه کندوز. فعلا تلاش بر امی است که شخصیت هایی که توانایی داره برای رهبر یک ولایت امونا مقرر شود. نمونش هم معرفی چند والی اخیر بود که برداشت مایی است که هر کدامش ظرفیت های خود داره و قرار است که تعداد زیاد قمانده های امنیه معرفی شود که اونا هم ما مطمئن هستیم که قابلیت های خود داره. یک میان برنامه کوتاه داریم و ادامه بحث را همچنان بیننده باشیم. به ادامه بحث خوش آمدیم. آقای اخلاقی، خب اون نگرانی که نظمه به عنوان یک شهروند موجود بود از بابت امنیت ولایت غزنی نسبتا در میز رفع شد، اما خب حالا وضعیت غزنی نزد شهروندان باز هم نگرانی هایی که وجود داشت، چون تجربه کندوز را شهروندان افغانستان دیدن که مال مردم به غارت رفت، روزها دکان ها تعطیل بود، مدارس تعطیل بود و شهروندان هم خیلی قربانی دادن. با اون نقطه ضعف هایی که ولایت غزنی بایش مواجه هست و کم توجهی مرکز نسبت به رساندن تجهیزات و امکانات برای نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر مهار پدیده های ناامنی در ولایات، به ویژه در ولایاتی که ناامن خطاب میشن و تعریف میشن، چه فکر میکنین که خب حالا وضعیت غزنی در روزهای آینده چه خواهد بود، چگونه خواهد بود؟ نگاه کنید، ما وقتی که غزنی میگیم، غزنی یک کامپلیت، یک متشکلی از مرکز غزنی و ولسوالی هاست. ما همواره داد زدیم که غزنی ناامن است، یک از ولایت ناامن است، به غزنی توجه نمیشه، تشکلاتی که در غزنی است تشکلاتش کم است. غزنی خودش به عنوان ولایت درجه اول است، اما تشکلاتش در درجه دو است. ما در بخش پلیس در حدود 3000 در تشکلات 3000 پلیس داریم، اما عملا 2000 پلیس هم حضور نداره. ما از این بابت بارها و بارها گفتیم. چیزی که جناب مرتضی صاحبم گفتن، خب دشمن همواره میخواد که از طرق مختلف مورال مردم مورال نیروهای امنیتی و نظامی رو پایین بیاره. ما نباید کمک بکنیم و از اینجا بگیم آی غزنی در حال سقوط است. ما از امی پشت از امی میز از امی رسانه شما برای مردم غزنی، بر شهروندان غزنی اطمینان میدیم. ارتباطی که ما داریم با والی صاحب، ارتباط داریم با رئیس امنیت، با معاون ریاست امنیت کابل که تازه در غزنی امروز تشریف بردن، با امیر امنیت ما همین چند دقیقه پیش در تماس شدیم. نیروهای امنیتی اطمینان به ما میده که شهر غزنی به هیچ وجه خود نمیکنه. ما یه آمادگی داریم. افغانستان که قبلا هم گفتم که شهادتشان واقعا به خاطر دفاع از حریم یمی کشور است، اما اطمینان در شمال افغانستان هم داده شده بود از طرف مرکز و ولایت نیروهایی که در اونجا حضور داشتند. خب حالا این نگرانی شهروندان را چگونه باید برطرف کرد؟ چگونه باید برای شهروندان ولایت غزنی یا سایر نقاط افغانستان این اطمینان را داد که برادر یک اتفاق بد مثل کندوز نخواهد افتید؟ چون تجربه داریم از فاریاب، از کندوز، از بغلان، از سرپل. بسیاری موارد می تبلیغات منفی که به نفع دشمن تمام میشه، خود از این میتونه بسیار کمک کنه برای دشمن و خود از این میتونه زمین ساز باشه. غزنی هم که دوستان اشاره کردن از چند جهت، یک از جهتی که در غزنی ظرفیت یک نوع معامله وجود نداره، در حالی که در کندوز بسیار بحث های معامله صورت گرفت. اصلا جنگ در بسیاری موارد جنگ نشد. ما خود ما از طریق تلویزیون میشنیدیم که یک قمندان از اونجا مصاحبه میکرد، میگفت که اصلا هیچ نیروهای نظامی جنگ نمیکنه، معلوم نیست کجا شدن اینا. در غزنی در کار بود در جنگ غزنی از نظر شما، در جنگ کندوز؟ خب این رو باید نیروهای امنیتی بگن که در داخل شهر وقتی با 6000 نیرو با 7000 نیرو نمیتونه مقاومت بکنه، قطعا یک معاملات وجود داشته. خب اگر این معاملات در غزنی صورت بگیره، در غزنی این ظرفیت وجود نداره. معلومات که ما از غزنی داریم، اینطور دوستای ما اشاره کرده، جناب کامرانی صاحب، جناب مرتضی صاحب اشاره کردن، در غزنی مردم همگی به صورت متحد در برابر دشمن ایستاد میشه. چرا در بخش مردمی چرا بخش
خو امین است که ما بارها امیر گفتیم که اجازه بدید امیر نشانه است مرکز فعالیت های شونه است امیر ما گفتیم که حکومت مرکزی توجه نمی کنه چرا عملیات های تصفیه انجام نمیده نه در زمینی در خود مرکز غزنی ما میگه هم وجود در مرکزیت اما یک مسئولی کاملا در دست طالبان عرض میکنم که در مرکز غزنی انمی ظرفیت برای ازنا انمی زمینه برای ازنا وجود نداره تنها مرکز مهم نیست سایر ولسوالی های سایر بارها گفتیم نگاه کنید یک ولسوالی کاملا سقوط است یعنی کاملا در دست طالبان است چندین ولسوالی دیگه فقط یک مرکزیت ولسوالی که در شعاع یک کیلومتری نه بیشتر نمیشه در اختیار حکومت است بخیش همش در اختیار دشمن با این تهدید کلا بارها وجود داره پس لذا ما که شرم شاید دور از امکان نباشه لذا ما میگیم که غزنی ناامن است با توجه به غزنی با ولسوالی های غزنی میگیم و اگر نه در خود مرکز درست است که در مرکز تهدیدات وجود داره ما هیچ وقت نفی نمیکنیم نمیشه خدای نخواسته خدای نخواسته فردا غزنی خدای نخواسته سقوط کنه شما یخن ما رو بگیرین که شما چند روز پیش میگفتین که تشویش وجود نداره تهدیدها وجود داره تشویش وجود داره اما ما یه گپ میگیم که در غزنی و نیروی بالفعل که حضور داره اگر اینا مدیریت خوب شوه اگر از اینا استفاده خوب شوه بر از اینا انگیزه داده شوه این توانمندی در این نیروها وجود داره که از مرکز غزنی دفاع بکنه و ان شاء الله زمینه امنی است که طالبان بتونه که دخالت بکنه و طالبان بتونه وارد یک معامله شوه از طریق معامله یعنی با توجه به تهدیداتی که وجود داره در غیر از مرکز ولایت غزنی در سایر ولسوالی های ولایت غزنی چیزی که ما استنباط کردیم است چیزی که وجود داره و خیلی مفید و مثبت هم است دیدگاه واحد نسبت به طالبان که طالب مخالف است دشمن است و باید در برابرش مبارزه کنه اگر حکومت اکمال بکنه مردم در اندر در ناوه در رشیدان در نقاط دیگه مردم زمینه و ای آمادگی داره که در برابر طالب استاد شه اما متاسفانه حکومت و حکومت مرکزی به مسئله توجه نمی کنه مسیر ولسوالی همیشه نگاه کنید مسیر کس نواز وجود مسیر قره‌باغ طرف جاغوری هر روز طالب می استاد میشه مردم تلاشی میکنه و بعضی رو میگیره مسیر کس طرف قیاق میره به سمت ولسوالی مسیر طرف اندر میره همین طور در خود شاهرای غزنی به طرف قندهار بارها طالب اومده ما بارها گفتیم که ضرورت به این داره که ما تشکیلات غزنی باید افزایش پیدا کنه تشکیلات درجه یک باشه پلیس باید اکمال شه اکمالات دیگه تجهیزات دیگه باید در اختیار مردم قرار داشته در نیروهای امنیتی قرار داده شود تا بتونه در اونجا علی طالبا کار بسیار از آقای بارگزه پرسم این هشدارها چرا از طرف رهبران حکومت جدی گرفته نمیشه خب زمانی که از طرف مسئولین امنیتی ولایت غزنی یا مقام های محلی در اونجا هشدار داده میشه که در نواه دشمن است در سایر ولسوالی های ولایت غزنی عملا تحرکات مخالفین دیده میشه و شاید هم شهر نارام بسازه هم در اکثریت از ولایت افغانستان به ویژه قندوز سمت شمال افغانستان آرام غزنی این اجدارات چرا جدی گرفتن میشه که سبب تلفات سنگین بر شهروندان میشه ای کاش دا پشتن تا دادی دا یا دا رئیس جمهور یا دا رئیس اجرایی دا ویاند سوکی یاد دید امنیتی سکتور چقدر توی زکه داد نظر باید داغوی سمالون زیوا خبر برای ما خب پاسخ کسانی تا کسی در میز آزر نمیشه شمایی که میتونه سجواب کنین باست خواست کنین پرسان کنین پاسخ نوش ما چی بوده؟ ولسی جرگه هم ناکامه ده ولسی جرگه ده اصلی خلق استجواب تا ندامه ده مالا سواره ویلدی چه دواره دکتر سایبان رو واری داغوی سا پشتنو که ده دی سکتور سا ده امنیتی ده وزیر دفاع و وزیر داخلی و ده دی سا ایچه نجولی جه نه خب والا سجواب رئیس جمهور خو یک بس کاملا متفاوت است بلکل ولسی جرگه حق لری چرا وی واری چرا سخپل ختمه شی بس مشخص داره دیگر ده مشخص دقیقه وقتی گوره د حکومت درې وجایب یا وظایب دي د اساسي قانون پورې رئیس جمهور در کدام زمان میتونه که سجواب شوه از طرف مجلس خو زه ما درته وایم چې درې وجایب یا اصلي اساسي وظایب د حکومت درې دي استقلال حفظ استقلال تمامیت ارزی حراست قانوني اساسي تمامیت ارزی اول څه در کوم ځای چې ماته معلومات سه تاسې اوري چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ډیورن په دې خوا تاسات افغانستان په خاورو کې جوړ کړی دي د جناکسونو ور باندې مشتی دي ولسی خلکو قیام کړی دي جنگ کړی دي ټکان مظاهری کړی دي د ارګ یا د اجرایی ریاست په ادرس تاسې وخت یو عکس العمل شول دي نو دا خارجي تمامیت په خطر کې شو یاو د اساسي قانون حراست دی اساسي قانون په ټول افغانستان کې اساسي قانون ریاست کېدای په دا څوارلس کاله په افغانستان کې تا یو څوک په دغه خیانت چې یا قومندان د امنیه دی یا والي دی یا بل چارواکی دی هغه ځای سقوط پیدا کړی دی په هغه کې د معامله ګیري کړې ده چا ته سزا ورکول شوې ده نقص دی په صراحت د اساسي قانون درېم استقلال دی ګوره درېم استقلال دی وخت چې یو دولت دغه حالم دی چې اوس موږ ټوله زه درود وایم پر هغه عسکر
که در اردو دی که در پلیس و که در امنیت ملی دی چه خپل ځان چې قربانی تاثیر دی او ټټ رتبه صاحب منصبان اما مشکل په لوړ رتبه خلکو کې دی اوس نو استقلال دغه دی یوه هلیکوپتر دغه زموږ دولت د امریکا به اجازې نه شي رانیوالی آقای بارزه بناً د دې وخت چې ولسي جرګه خوبه سوال من میخواهم سوال کنم شما گفتین که از مقامات پایین رتبه وزیر دفاع و وزیر داخله رئیس امنیت نباید استجواب شد و کسای امنی هستن که پاسخ داده بتونن استجواب خود سوی دی خود مدر نه پاسخ که حد یقل بتونن درد را دوا کنن نمیتونن آقا خدا دقا اخلاقی سابو زنه پویجم چه دقا امنیتی سکتور ودی تا چوویل ای عددی دا قناعت وار خدا غوند نه در گذشته هم زیاد سوال گذشته ها که دست نه و پیش سوی دی نه و پیش چی ولایت در لحظ در پوش با وجود سقوط کی او حال تا ایچ اسکارم نه زمان که در پارلمان حمله کرد طالبان آقای نبیل آمد گفت ما یک هفته پیش این اقدام طالبان را گزارش دادیم به وزارت داخله شما که نتونستن به مشکل ما نیست من میخوام شما بپرسم شما سه مقام را در اینجا یاد کردید در پارلمان در عملیه چی حقیقت سره ملي امنیت هم ولسي جرګې ته خبر ورکړی او هم دولت ته خو بیا هم دولت مردانوار هغه توتیا د عیسای خونسا که الحمدلله هغه د دوی ټوله جواسیس یې هلته ووژل وکیلان خلاص ولې ده نفر هغه در روی سره کشته شد شهید شدن چیری حالا اگر وکیل پارلمان از بین نرفت څو نفره کشته شد ده نفر دیگه 20 نفر دیگه زخمی کشته شد در روی سرک نه کشته شهروند بیگانه افغانستان کشته به لس نفر نیسوی فکر کوم چې دوه نفره په شهادت یک نفر حالا یک شهروند بیگانه شهید میشه خون زورنګ نه تروریستی عملونه په امریکا کې کیږي اما د دې مخکې نه را نه باید دولت توجیه کړ ما توجیه کړم نه دی ما میخوام شما پرسم زمانی که شما میگین که حاکمیت افغانستان زیر سوال است استقلال افغانستان زیر سوال است و بحث حراست از قانون اساسی افغانستان هم زیر سوال است پس زمان استجواب رئیس جمهور افغانستان در مجلس نمایندگان فرا رسیده چرا این کار را نمیکنید خود درتون چې دا ضبط ولسی جرګه دی این ضعف چرا در شما وجود داره؟ داده چرا پشتن زب من هست دیو کل لاس واره گوره ضعف چیه زرم؟ ضعف داغ دی چه داغ دو کلان دیه تمام دی مالاس واره ویلی چه داغ دوباره دکتر سایبان داو قری دیا زیر دیشه دی نن میم دا خبر کرد اما داشت نور و کلان گوره داد تو کلان شما بارها سوا کردیم ما در طول و کلانو که دیو کلان است چه پر دیه دو تیم تقسیم دیه دیه دو تیمانو به اصطلاح د سپورت پارا آلتا نیستی که پیو آواز ولسی جرگا پیو قوت و غالی چرای سابی جمهور رای سابی جرای سباراس دو ولس استاست جواب وای تب اوینی چه اکسل عملی چکیجی اما بد بختانه باید وایم چه ولسی جرگا هم پیو جغ نده پیو آواز نده بلا موضوع داده ولی د ناوی ولسوالی ونی ولس په دادرې سره جنابان د غزین د ولایت دی د ناوی ولسوالی ونی ولس وی پلا ولی برته عقب نشینی وس ولی برته پات سوله ولی دشمن ته پلاس کې ورکه ورسول وجه چې شوه اصلا د جنگ لامل او سبب په موږ ته پوښتنه وکړو لنډ چې ولی جنگ دی په افغانستان کې اوس ګوره دا جنگ څوک سپورټي دا جنگ چا سپورټ کړی دی روسانو تجاوز وکړي په افغانستان کې مجاهدینو جنگ شروع کړي پاکستان چینل د تمویل و اما امریکا ورسره کومک وکړي اوس د دغه جنگ هغه مهد یا لعنه او یا تمویل کول کې ولې نه معلومیږي دا پیسې دی دا جنگ افغانستان قدر پیچیده است که یک تعریف مشخص برش دادن فکر میکنم که دور از واقعیت خواهد بود څنګه جنگ افغانستان گفتم زیاد پیچیده است یعنی تعریف مشخص برش پیدا نمیشه که جنگ افغانستان مشخص پیدا دی کاتکات وایو بیخی دغه جنگ مشخص معلوم دی چې جنگ پاکستان په کومک د انګلیس او د امریکا په افغانستان کې آقای کامران، حالا نقطه ضعف‌های حکومت افغانستان مشخص شد. بارها مسئولین امنیتی در مجلس نمایندگان افغانستان آمدند گفتند که حضور ستون پنجم در نظام افغانستان دلیل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان است یا جواسیسی که حداقل تسهیل کننده اون برنامه‌های تخریبی دشمن در افغانستان است. اما هیچگاه کس قادر نشد که هویت این افراد را که هر روز برنامه‌هایشان ملت افغانستان را به شهادت می‌رساند، خانه‌ها را ویران می‌کند، مردم را آواره و مهاجر می‌سازد فاش کنه. چرا اراده وجود نداره در دستگاه نظام افغانستان به خاطر فاش کردن هویت این افراد؟ رختی هم مخش بود که در ریاست 24 امنیت میدی تا زور ازاله و بیا ما یو کس رو خو مالدان دیموی دی غزنی دی اندال و دی ولسوالی دی و وری طالبان رو چنده که پا دوبی که او لغنزه که دا خلق دا پیسی دل ترالی که یعنی اگه کس داشت پیزنیم سی اگه وری چنده که دلی پیسی را لیگی یا بکم و سراپی را والا که یا چاته ور که یا دلیل اگه طالبان تو کمک کرد که در طول رست عمل آنای مودی من که خالق جیس پلان نی بریش چنده که پلانی دو نپایسی ور که پلانی دو نپایسی ور که پدوبی که آورد چنده ای را ولی گل طالبان تو من یه سال بیشتر شرط رفته مال داشت لای
تاسو انټرپول پولیس لري دا سړی ورونیسي او دا طالبانو ته ډېرې غټې پیسې ورې د افغانانو باندې هاته ټولو افغانانو تورجي ډېرې غټې پیسې د طالبانو سره کومک کوي افراد کیس که خو یو سړی ده دا سړی نوم ما ورې واخیست د ولایت غزنی د سړی نوم ما ریاست بیستو چارته وویل وای د دې سړی به ته اسناد ماته راوړي نو دوی دې سړی ته څنګه اسناد راوړي حکومت هم کار میکنه دا سړی په حکومت کې نه ده دا سړی د منطقې سړی ده په دوبۍ کې کاروبار لري ورې طالبانو چنده کوي ورې طالبانو چنده کوي نو رښتیا هم دا دولت خپل امنیت ملي ته ډېر داسې کسان راغلي دي چې هغه خلک ورته په ګوته کړي دي هغه وایي ماته اسناد راوړه ماته ویډیو راوړه اصل مشکل په دې کې ده چې دا د موږ دولت چې ده دولت په هغو اندازه لکه څنګه چې لازمه ده په هغو اندازه یې په افغانستان باندې زړونه خوږیږي او په دې دولت کې زیات خلک په واشتو او زیات خلک په نشه ایستګي مقرر شوي دي که داسې واقعي هغه خلک چې په دې ملک زړه خوږیږي او دا ملک خپل ملک بولي یعنی هغه کسان په خصوصا امنیت ملي کې او په هغو بخشو کښې چې هغه کشفي ارګانونه دي په هغو کې مقرر شي انشاءالله تعالی ډېر مشکلات او بل دا پیلي قانون د افغانستان بارها شما شنیده باشین که ادعا میکنه کسی که نیروی امنیتی مرا میکشه کسی که شهروند مرا ناحق میکشه دشمن ما است و هیچ وقت نمی باشم در برابرش مثال هستم آقای غنی بارها ادعا کرده که کابینه ما از بهترین کابینه منطقه است آقای غنی ادعا کرده که تمام توجه ما به خاطر تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است پس ما هر روز این قصاص را از کدام آدرس میدیم زما دا درته هم اصل مشکل په دا پیلي قانون د افغانستان کې ده دا باید لږ واضح شي لږ داسې شي چې هغه خلکو ته جذاب کې ورکړي چې هغه واقعا پردو ته کار کوي او د پردو په حمایه افغانستان خرابوي زه به یو مثال د اندړو د ولسوالۍ درک در وښیم کله چې مخکې د اندړو پولیس ډېر کم و د اندړو په ولسوالۍ کښې به جنګ وشو بیا چونه پولیس ډېر کم و په لاره کې د امنیتي ځواکونه هم نه وو نظر و اوس ته ډېر کم و او چې به له طالبانو سره جنګ وکړو کوم پولیس بهیې طالب بهیې وویست طالبان خو ورې ډېر و هغه سړی بهیې ملکي کړو یعنی ملکی به داس کو سړی به چانټه به جنو یو کلاشنکو به جنو یو ملای به پات سړی به ملکی کو طالبان و بیرته خلک سره ولې غلو په دغه پولیس وبنه به ارزه وکړه په ولایت کې په ولایت کې به ارزه پی وکړه وای ملکی سړی وستای طالب هغه اصل طالب وستای ته باور وکړه د موږ د اندلو پولیسو اضافه چانټې ورسره ګرځولې دې په خاطر چې طالبان په جنګ کښې ولګېد د هغو به چانټې هغه یوړې بېرته طالبانو یوړې خلک به طالبانو پسې راولېږلو په دې پولیسو به عرضه کوله زیاتره دا کسان چې په دې ملک جنګېدو یا په دې ملک خوا به دې ده یا په دې ملک وینه تو کړې هغه یې طالبانو بېرته د دغه دولت لخوا قسم په خدای دغو څارنوالانو قاضیانو لخوا هغو ته دوسیه جوړه شوې خب یعنې د نتیجه از سارا شما چنین استنباط میشه که حکومت زیاد توجه لازم نداره به خاطر تامین امنیت و حفظ جان شهروندانش چیزی که شما دعا کردین در گفتهایتان نه داشته دا طول هم طول تون په نسو طول هم نسو یاد ولش طول دولت داشته خو بعض اشخاص په دې دولت چې ستاسو هغه د افغانستان ته پادار دي نه د افغانستان خلکو ته پادار دي او نه د افغانستان قانون اساس آقای مرتضی خب حالا با توجه به نقطه ضعف های حکومت افغانستان داره و با توجه به فرمایشاتی که دوستا در میز مطرح کردن از جمله جا بجا شدن افراد غیر مسلکی و حرفه‌ای یا عدم افراد دارای عدم داشتن اتحاد مشخص به خاطر حداقل تأمین امنیت حفظ جان شهروندان و ثبات دائمی در افغانستان این یک بحث دیگه که حالا نیروهای خودی به خاطر حفظ جان شهروندانشان در مناطقشان داره شکل میگیره و این یک بحث نیک شاید باشه چرا ریاست جمهوری توجه لازم به خاطر تجهیز یا حداقل تقویه افراد نمیکنه در نقاط کاسی پذیر است مثلا شمال افغانستان جنوب افغانستان خب ببینید دفاع خودی زمان خوب است که نیروهای امنیتی ناتوان باشد برای دفاع از شهرها یا ولسوالی ها که مردم خودشان برای دفاع از خود اقدام کنه ولی شما میبینید که دفاع خودی پیامدها و عوارض خودم داره وقتی ما اردوی ملی داریم پلیس ملی داریم امنیت ملی داریم یک نیروی دیگه ای که ما مسلح کنیم و اونا را تجهیز کنیم مدیریت نیروها در چارچوب کدام بخش صورت میگیره و پس از اینکه وضعیت به حالت عادی میگرده سرنوشت اینا چی میشه این نگرانی ها وجود داره اگر گیرم در غزنی نیروهای امنیتی افغانستان زیاد توانایی مبارزه با افراطیت را نداره یا عوامل تهدید کننده یا بازدارنده را نداره حکومت مرکزی هم نمیتونه که زیاد تقویه کنه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی یا در فاریاب که ما عملا شاهد هستیم که واحدهای قومی است در برابر طالبان میجنگه در پهلوی نیروهای امنیتی افغانستان در کندوز در سرپل خب پس راه حل چی است حالا چی باید کرد حکومت چه در دست داره به خاطر مهار حداقل این نه ما برداشت ما است که ما با کمبود نیرو مواجه نیستیم با کمبود تجهیزات هم مواجه نیستیم
در چند عرصه مشکل وجود داره. یک، مدیریت جنگ ما. آیا امکان داره یک کسی که دگروال باشد و او وزیر دفاع شود و بتونه بالای جنرال ها دستور و امر بده؟ در خود وزارت دفاع ما یک مشکل بسیار جدی وجود داره. یعنی ما یک کشوری که در حال جنگ است و بیش از 100 ولسوالیش در حالت تهدید هست، باید یک وزیر دفاع فوق العاده کارآمد و مؤثر داشته باشد که توان مدیریت جنگ پیچیده امروز داشته باشد. ولی آقای غنی وزیر دفاعش خیلی شایسته و مدبر. خب شایستگیشون در عرصه جنگ معلوم میشه. وزیر دفاعی که نتواند بعد از 2 هفته به کندوز بره، وزیر دفاعی که نتواند در خط مقدم جنگ حضور داشته باشد، امروز وزیر خارجه آمده جای وزیر جنگ گرفته، وزیر جنگ راحت نشسته در کابل. یعنی خودش نشان میده که مدیریت یا رهبری در اداره جنگ به هم خورده. بحث دوم مدیریت ولایت هاست. ببینید، اولین تیمی که حکومت وحدت ملی انتخاب کرد تیم کندوز بود. 4 بار دکتر عبدالله با این تیم مخالفت کرد. تأکیدی که آقای غنی داشت که چرا والی به کندوز بره و رئیس لوا بره، دلیلش میگفتن اینا انگلیسی بلد است. آیا بلدیت به زبان انگلیسی تنها میتونه معیار رهبری یک ولایت باشد؟ به می خاطر بود که ما ویژگی ها و شایستگی های دیگه ای که باید یک والی داشته باشد، که قدرت بسیج اجتماعی در روزهای سخت داشته باشد و یکی در کنار مردم در روزهای دشوار باشد، این مسائل در نظر نگرفت و ما اولین انتخاب حکومت وحدت ملی در کندوز دیدم که چی ناکام بوده. اما در مورد غزنی ما باز تاکید میکنیم، والی فعلی غزنی آدمی که در تجربه جنگ داره، روزهای سخت و دشوار را گذرانده، آمر امنیتش آدم قابل اعتماد هست در ریاست امنیت ملی در لوا. ما یعنی تلاش نکنیم که بسیار وضعیت منفی جلو بدیم. بله، ولسوالی نواز زمان آقای کرزی میراث مانده، هیچ وقت بر علیه اقدام نشد و حتی یک باری هم که پس گرفته شد دوباره ایر رها کردن. و یا مسیرهای راههای ولسوالی به ولایت غزنی هم از میراث آقای کرزی است. در زمان آقای کرزی هم این امنیه وجود داشت. در کل یعنی به قول آقای غنی وضعیت تحت مدیریت در ولایت غزنی، برداشت من این است که او قدری که منفی منعکس شده روی داد به او پیمانه نیست. ما در یک کشور در حال جنگ هستیم، چندین ولایت ما در معرض تهدید است، تنها غزنی نیست، همزمان در دیگه ولایت ها هم مشکلات هست. ولی ما فعلا اردوی ملی بسیار قوی داریم، امکانات خوب داره، تجهیزات خوب داره. شما ببینید در کندوز ما میگیم تاسیساتی که اردوی ملی داشت با 80 میلیون دلار ساخته شده بود، ولی همه بدون مقاومت رها شد. یا 7000 نیرو بود وقتی اینا، اصلا معلوم نیست که کجا هست این نیروها. همین تجربه سبب شده که مردم نسبت به نیروهای امنیتی به یک شکل بی باور باشد. ولی در غزنی ما به این باور داریم که مدیریت رهبری ولایت غزنی انگیزه کافی برای حمایت از مردم داره و یکی در کنار مردم باشه. ممنون. چیز گفتنی دارید آقای بارزه شما؟ ما در طول مال در آقا والی چه در غزنی والی زهیست نپیجنم، ایلدل ایمی ندی، اما نه چه ما در غزنی سمعلوماتو نکول، والی پا خپل مستقیمن پا سوق اداره که نستی او یا پا بازار که گرزی. نسبت تر آقا والی هنو چه آقا پا غربی کلچار و کلتور دیر بلدی، او در جنگ پا وقت که دی امن زیت زن رسیده دی، پرق باید ویسی پا وانستان که حالات جنگی دی، باید آقا کسان چی پا جنگ که امتحان کرده شو. در خلقی آقا او گمارل سی، آقا قماندانان، آقا والان مدیر جنگ در اینجا نیاز نیست، کسی که بتونه حد قل اوزار کنترل کنه مدیر خوب در عرصه های مختلف. پداس وستا ز په سعودي کې مو چې خپل ډاکټر صاحب اشرف غني وویل چې قندوز څه کوت کړی د ولا غزبر در مدیریت لاندې دی، زموږ در کنټرول لاندې دی. وخت چې د ارګه صدش خبري نو بیا د چا څه پوښتنه کوي؟ باید و اهلی کار و اهلی کار ته وسپارل سي، نه کار و اهلی انګلیسي ته چې انګلیسي زدی په انګلیسي د افغانستان امنیت نشي راتلی. هغه خپل ځای لري. گفتنی داره آقای کامران، چیز گفتنی داره؟ رښتیا هم لکه څرنګه چې کندوز ولایت کې کومه پېښه رامنځته شوه، انشاءالله غزنی په ولایت کې به داسې نه کېږي، چون د غزنی والی هم یو جهادي شخصیت او له جنګ سره بلد ده، قمندان لیوا او رئیس امنیت او ډاکټر صاحب شاهجان هم تللی، له بعضې امکاناتو سره هغه مرید د هغې منطقې رئیس د امنیت و او جهادي قمندان و او اوس معاون د امنیت ملي ده. خو بیا هم له مرکزي دولت نه موږ غوښتنه دا ده چې قمندویان غزنی ته ولیږي او غزنی یو بل کنډکم وږي، لکه څنګه چې دوی په دولت باندې هم لکه دوی باید په هغو باندې تعرض وکړه او د شپې خلک پیکته کړه او په هغو باندې تعرضونه شروع کړه، چون د کندوز مسله تکرار نه شي. ممنون. بسیار تشکر از حضور هر 4 مهمان گرامی، چون وقت بسیار محدود تماس.
د افغانستان ټول ملت عسکر دي، هر وخت خپل د وطن دفاع کولای سي. ابدن دا خوب څوک نه ویني چې بیا به طالبان راځي نظام ته به سقوط ورکوي، د عیسایانو کرام به دلته حکومت کوي. دا خوب دی، خیال دی. مهال د افغانستان به د دوی دپاره قبرستان یي او نه ځای د قدرت. ممنون، بسیار شکر از حضور در چهار مهمان گرامی در بحث و امتنان و فراوان از اینکه بیننده بحث بودین. بقیه شب بر همهتون خوش. با امید سربلندی افغانستان، خدا نگهدار.